چهره‌های موسیقی ایران. برنامه‌ای از محمود خوشنام. با همکاری جاله کاظمی. آیا عشق به موسیقی ملی به معنای نفرت از موسیقی بین المللی است؟ آیا پرداختن به موسیقی بین المللی به معنای جدایی از موسیقی ملی است؟ آیا نمیتوان به هر دو عشق ورزید و به هر دو پرداخت؟ پس چگونه است که غربیان به موسیقی سنتی شرق روی می آورند و از ارزش‌های موسیقی خودمان با ما سخن می گویند؟ و چگونه است که نغمه‌ها و ریتم‌های موسیقی شرق را در اون مایه موسیقی نوین خود می سازند؟ خواهیم دید که ماجرا چگونه است. یکی از عوارض غرب زدگی در فرهنگ ایران در قرنی که درانیم پشت کردن به همه مظاهر هنر ملی بوده است. شیوه زندگی، شکل پوشاک، روش خوردن و آشامیدن، نحوه رفتار، نوع سلیقه و ذوق، همه و همه هنگامی جذب کننده بود که تکیه بر فرهنگ مغرب زمین داشت و هنگامی طرد کننده بود که قائم به ذات بود. همین بینش کاذب و تصنعی که رفته رفته جامعه ما را شتابنده به سوی زوال می برد، در برخورد با هنر نیز معیار داوری شده بود. برگزیدگان و به اصطلاح روشنفکران از نقاشی ملی، تئاتر ملی، ادبیات ملی و به ویژه موسیقی ملی با قلبی آکنده از نفرت می گریختند و با اشتیاقی کاذب و متظاهرانه به آنچه غیر ملی و به ویژه غربی بود روی می آوردند. از آغاز نیمه دوم قرن این فرایند نابهنجار و بیمارگونه اجتماعی نقش عوض کرد. غربیان خود مهمترین عامل این تغییر نقش بودند.
هنر مغرب زمین به بن‌بست رسیده بود و راهی برای گریز می جست. شرق مادر نه تنها گنجینه های سرشار زیرزمینی بلکه مواد خام فرهنگی روزمینی داشت. هنر بکر و ناپرورده مشرق که با طرد مشرقیان روبرو شده بود بهترین دستاویز برای نجات هنر مغرب زمین بود. کتاب ها و رسالات نوشته شد، سمینار ها و کنفرانس ها و کنگره ها برپا شد و در همه آنها ارزش های هنر سنتی مشرق مطرح بود. برگزیدگان چشم بسته جوامع سنتی همچنان کورکورانه به این موج جدید اندیشه گردن نهادند. ارزش هنر سنتی ناگهان در نظرشان اوج گرفت. دیگر هیچ چیز یارای برابری با هنر سنتی را نداشت. می‌بینید که شکل دیگری از بیماری و به بیان دیگر روی دوم سکه غرب زدگی پیدا شد. موسیقیدانان و موسیقی دوستان ایرانی که تا چند پیش حتی از چند دقیقه شنیدن موسیقی سنتی پرهیز داشتند، ناگهان صفحات موسیقی مغرب زمینی خود را با صفحات تار آقا حسین قلی و درویش خان عوض کردند و کار به آنجا رسید که دیگر جز موسیقی سنتی هیچ چیز برایشان ارزش نداشت. و این نقش جدید فرایند غرب زدگی کما بیش همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی بودند و هستند آهنگ نویسان و موسیقی پردازانی که تن به این فرایند نسپردند. با موسیقی ملی عمیقاً آشنا شدند و پس از آن تکنیک موسیقی بین المللی را آموختند و این تکنیک را در خدمت عرضه جهانی موسیقی ملی قرار دادند. خدمت ارزنده اینان در تاریخ موسیقی ایران به تحسین یاد خواهد شد. امشب در چهره‌های موسیقی ایران به آهنگساز و موسیقیدانی می‌پردازیم که از چنین بینشی برخوردار است و در آفریده‌هایش تکنیک در خدمت محتوای میهنی و سرزمین است.
حشمت سنجری به سال 1296 در خانواده هنرشناس و هنردوست در تهران زاده شد. پدرش حسین سنجری از تارنوازان برجسته بود و در محضر استادانی چون درویش خان، مرتضی نیداوود و علی نقی وزیری موسیقی آموخته بود. مادرش نیز نزد پدر با تار آشنایی یافته بود. گرایش پرشور پدر به سوی وزیری و مدرسه نوبنیادش آنچنان بود که حشمت کودک خردسال خود را نیز به آنجا کشانید. حشمت که از 4 سالگی نزد پدر نطخانی را فرا گرفته بود، در نخستین دیدار با استاد که در خانه پدرش پیش آمد، اعجاب و تحسین کلونل را برانگیخت. زیرا که برخلاف گمان استاد که دانش او را در حد نطخانی‌های اولیه می‌پنداشت، کتاب سولفژ رودولف را که معتبرترین کتاب زمان بود به راحتی نطخانی کرد. کلونل از پدر خواست که پسر را نیز به مدرسه موسیقی بیاورد و استعداد و قریحه‌اش را شکوفان سازد. حشمت از آن پس از دبستان به جای خانه یک راست به مدرسه وزیری می رفت و شبها را نیز به جز شبهای تعطیل در همانجا در اتاق ویژه و ثابت پدرش می ماند و به تمرین می پرداخت. حشمت آموختن تار را نزد کلونل آغاز کرد و حضور مستمرش در مدرسه کار وزیری را که در اندیشه آفرینش موسیقی برای کودکان بود آسان ساخت. همه آثار وزیری برای کودکان بر اساس توانایی‌های صوتی حشمت ساخته و پرداخته شده است. در کنسرت‌های کلوب موزیکال حشمت تنها خواننده قطعات وزیری برای کودکان بود و او در آن زمان آنقدر کوچک بود که روی صحنه بر 4 پایه‌ای می‌ایستاد و می‌خواند. 2-3 سالی بعد با وجود آشنایی مقدماتی با تار، حشمت ویولون را به عنوان ساز اصلی برگزید و نزد ابوالحسن صبا و روح الله خالقی ورزیده‌ترین شاگردان وزیری به فراگیری آن پرداخت. خالقی از یک سو از نزدیکترین دوستان پدرش بود و سوی دیگر امینترین شاگرد وزیری. از همین روی حشمت از او بهره‌های بسیار گرفت. حشمت نزد 2 استاد یاد شده آموختن ردیف موسیقی ایران را به پایان برد و در نواختن ویولون ورزیده شد. آنچنان ورزیده که ظرافت پنجه او را با پنجه صبا به قیاس می گرفتند.
همپای گرایش به سوی موسیقی ملی، فضای خانوادگی حشمت گرایش دیگری را نیز در زندگی او به وجود آورد. دایی‌های حشمت هر دو به موسیقی بین‌المللی دلبسته بودند و خانه‌شان آکنده از صفحات مغرب زمینی بود. رفت آمد بسیار حشمت به خانه دایی‌ها گوش او را با موسیقی کلاسیک آشنایی داد و این آشنایی رفته رفته به شور و اشتیاق انجامید. حشمت دریافته بود دنیای پرجذبه موسیقی به ردیف سنتی خودمان با همه زیبایی ها که در خود دارد محدود نمی شود. این پهنه را مرزی و این دریا را کرانی نیست. شوق تجربه و شور آموختن حشمت را به حرکت در این پهنه بیکران برانگیخت. در آغاز گوش سپردن‌های پیاپی به آفریده‌های موسیقی بین‌المللی او را به تقلید حسی آنها کشانید، ولی برخورد با مردان جامعه موسیقی ایران نقطه عطفی را در زندگی حشمت به وجود آورد. شبی در یک میهمانی که در خانه عموی حشمت و با حضور نصرالله خان میمباشیان پسر سالار معزز برپا شده بود، از او خواستند که پنجه‌ای بنوازد. حشمت از پذیرش این درخواست سر باز زد و گفت: من دیگر موسیقی کلاسیک میزنم. نصرالله خان که خود با پیانو و موسیقی بین‌المللی آشنایی داشت شگفتی زده پرسید: مثلا چه میزنی؟ و حشمت با غرور پاسخ داد: مثلا شانسون اندوی کرایسلر. نصرالله خان مشتاقانه از او خواست که همان را بنوازد. نواختن آغاز شد و نصرالله خان که مجذوب استعداد حشمت شده بود با پیانو او را همراهی کرد. همان شب و همین نواختن راه آینده حشمت را هموار کرد. نصرالله خان او را واداشت که از تقلید حسی و گوشی دست بشوید و موسیقی بین المللی را به شکلی علمی فراگیرد. حشمت در آغاز نزد ویلیام دانیل و پس از آن نزد سرژ خودسیف که از معلمان برجسته ویولن بودند به فراگیری پرداخت. حشمت که در این زمان در مدرسه دارالفنون تحصیل می کرد، در کنسرتی که به همت خودسیف در کالج البرز برگزار می شد شرکت جست. تکنیک پیشرفته او توجه غلام حسین خان میمباشیان، رئیس وقت هنرستان موسیقی را که در کنسرت حضور داشت جلب کرد. به توصیه میمباشیان، حشمت پس از پایان دارالفنون و نیز گذرانیدن خدمت نظام به سال 1318 برای ادامه تحصیل در هنرستان عالی موسیقی نام نوشت و همزمان در دفتر موسیقی رادیو در اداره کل موسیقی کشور به کار پرداخت و بدین گونه چشمنداز آینده حشمت سنجری آشکارا رخ نمود.
حشمت سنجری به سال 1320 همزمان با تحصیل به عنوان هنرآموز ویولون در دوره ابتدایی و پس از چندی در دوره متوسطه هنرستان عالی موسیقی به تدریس پرداخت. وی از نخستین نوازندگان ایرانی است که همکاری خود را با ارکستر سمفونیک تهران در زمان سرپرستی پرویز محمود آغاز کرده است. در همین ایام که سنجری رهبری و آهنگسازی را نیز نزد پرویز محمود می آموخت، به سرپرستی ارکستر هنرستان برگزیده شد و برنامه‌های موفقی را به اجرا درآورد. عاقبت حشمت سنجری با اجرای کنسرتو ویولون بتهوون همراه با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری پرویز محمود از تحصیل در هنرستان فراغت حاصل کرد. ارکستر سمفونیک تهران که پس از پرویز محمود زیر رهبری ثابت هنرمندانی چون روبیک گریگوریان، مرتضی حنانه، سرژ خودسیف و روبن صفاریان قرار گرفته بود، در سال 1333 به حشمت سنجری سپرده شد. به سال 1335 سنجری با استفاده از بورسی 6 ماهه به آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران به این اندیشه افتاد که برای مطالعه بیشتر و فراگیری آکادمیک رهبری رهسپار وین شود. این سفر پیش آمد و 4 سال به درازا کشید. در غیاب سنجری یکی از رهبران اتریشی هایمو تویبر بر سکوی رهبری ارکستر سمفونیک تهران جای گرفت، جایی که پس از بازگشت سنجری از سفر وین از نو به او واگذار شد. در سالهای رهبری سنجری بسیاری از تکنوازان برجسته بین المللی با ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشتند که در این همکاری آیزاک شترن، یوجین ستومین، رافی پتروسیان و فرح آفیتپور در یاد ماندنی است. سنجری تا سال 1351 مدیریت و رهبری دائمی ارکستر سمفونیک تهران را بر عهده داشته و بسیاری از ارکسترهای جهانی را نیز رهبری کرده است. به تکه ای از آخرین بخش سمفونی 4 مندلسون با اجرای ارکستر سمفونیک کیف و رهبری سنجری گوش می کنیم. Thank you.
حشمت سنجری علاوه بر رهبری ارکستر و پیش از آن که مطالعات آکادمیک خود را در این زمینه به پایان برد، به آهنگسازی نیز پرداخته و قطعات زیبایی آفریده است. سویت‌های پنجگانه ایرانی که بعدها با تغییر و تنظیم دیگری تابلوهای ایرانی نام گرفت، شهره‌ترین آثار اوست که بارها در ایران و کشورهای دیگر به اجرا درآمده است. پویم سمفونیک خدا شاه میهن، سرود معروف بازی‌های آسیایی تهران، فانفار ورود به استادیوم و پایانه‌ای برای بازی‌های آسیایی با عنوان به امید دیدار که تکه‌هایی از آنها را به تناوب در برنامه امشب شنیده ایم، از میان دیگر آثار سنجری قابل یادآوری است. موسیقی سنجری نافذ، پویا و تأثیرگذار است. نوعی ناسیونالیسم رومانتیک در همه آثار او جریان دارد و حضور همین ویژگی آفریده های او را با آثار رومانتیک ناسیونالیست های دیگر مشرق زمین مشابهت می دهد، که البته این مشابهت را نباید با تقلید به اشتباه گرفت. رومانتیزم شرقی در همه زمینه های هنری از این گونه موارد مشابه بسیاری پیدا می کند. ارزش موسیقی سنجری در وهله نخست در هویت ایرانی آن است، به شکلی که لحظه ای از آن را نمی توان سراغ کرد که از فضای موسیقی ملی گامی بیرون نهاده باشد. در وهله دوم، ارکستراسیون در موسیقی سنجری سرشار از رنگ و حرکت است. از همین روی موسیقی او برخلاف بسیاری دیگر از موسیقی نویسان میهنی از نیروی پرتوان تصویرسازی بهره‌مند است. سنجری تکنیک بین المللی را به شیوهی به کار می‌گیرد که محتوای ملی و سرزمینی موسیقیش گزند نبیند. آقای سنجری، با تشکر از شما برای شرکت در برنامه چهره‌های موسیقی ایران، فکر می‌کنم قبل از هر چیز با توجه به اینکه سرکار در واقع مشغله زوجنبتینی داشتید، یعنی هم رهبری بوده است که به اعتقاد بنده بسیار خوب و درخشان و مفید بوده به حال جامعه موسیقی ایران، و هم آهنگسازی، اجازه بدین که در مورد مسئله رهبری من قبلا سوالمو مطرح بکنم. به طور کلی اصلا رهبر و رهبری چه نقشی در کار ارکستر داره؟ قربان، ضمن تشکر از این که به من فرصت داده شده است که تو این برنامه شرکت داشته باشم، در مورد جواب سوال جناب علی باید عرض کنم که نقش رهبر ارکستر همونطوری که از عنوان خود کلمه مفهوم هست، رهبری گروه نوازندگان است و هماهنگ کردن نحوه نوازندگی اونهاست با همدیگه. و طبیعی است که هر وقت بخواد یک کار دست جمعی انجام بده، نیاز به این هست که لااقل برای شروع برای ختم، برای نقاط قطع، برای پایین و بالا رفتن صداها، اکسانها، برای اینها نیاز به رهبری است. بله آقای سنجری، من فقط نکته که اینجا برام مطرح بود این بود که بعضی از مردم در قدیم و شاید هنوز هم ادعی واقعا برای رهبری یک نقش صرفا تزیینی قائلند و اعتقادشون هم این است که وقتی، یعنی اعتقاد غلطشون به هر حال این است که در حالی که همه نوازنده ها پارتیسیون دارن، یعنی بخش نوت مخصوص خودشون رو دارن و می نوازند، رهبر در اینجا چه نقشی انجام میده؟ من فکر می‌کنم که توضیح شما میتونه یه مقدار روشن کننده باشه برای این دسته از هممیهنان ما که غالبا در اشتباه هستن. بله، من باید بگم که اگر بعضی ها هستن که واقعا نقش رهبر رو یه نقش تزیینی میدونن، بی‌لطفی میکنند. البته عرض کردم به اشتباه، چون آگاه نیستن از مسئله. حتما به اشتباه، حتما. و
من هم شنیدم که اغلب میگن خب وقتی نوازنده نوت جلوشه و آهنگساز تکلیف هر نوازنده ای رو تعیین کرده، رهبر این وسط چیکار است؟ اما خب باید توجه داشت که همونطور که گفتم هر کار دست جمعی احتیاجی به این داره که برای اینکه کاملا صحیح و دقیق انجام بشه به یک کسی که این رو اداره بکنه، رهبری بکنه، حالا یا هر عنوان دیگری میخواید روش بگذارید، به هر حال نیاز داره. حتی یک گروه سرباز وقتی میخوان راه برند، برای اینکه اینا قدمهاشون رو با هم هماهنگ کنند، سرعت راه رفتنشون با هم مشابه باشه، لااقل نیاز به یک نفر دارن که بگه یک دو باید باشه. و یا اینکه فرض کنیم تجربه نشون داده است که وقتی یک گروه سربازی راه میرند، وقتی موزیک میزنه اینها بهتر راه میرند و با هم راه میرند. در حقیقت اینجا دسته موزیک هست که نقش رهبری راه رفتن رو اداره میکنه، در حالی که خود اون موزیک هم اگه کسی جلوشون نیسته و ضرب ها رو بهشون نده، شروع ها رو نده، اونها هم نمیتونن اون جور که لازم هست انجام وظیفه بکنن. یعنی محتوا، من اینطور استنباط کردم از فرمایشات شما جناب سنجری که محتوای موزیک به هر حال قبلا نوشته شده، ولی اون شدت و ضعف ها و اون حالت ها و کیفیت ها هست که دست رهبره و رهبر اینا رو در راه هدایت میکنه. کاملا همینطوره. ما الان یه مقدار اول من تکیه کردم روی هماهنگ کردن، شروع، خط یا قطع، ولی اینجا مسئله بیان مطلب هم هست، تفسیر اون چی که آهنگساز خواسته است که بگوید. و این طبیعی است که هر نوازنده‌ای از یک آهنگ، نوتی که در پیش خودش داره، یک برداشت خاص خودش درسته. داره. بله. و اینجا نیاز به یک کسی هست که اسمش رو گذاشتن رهبر ارکستر، که متأسفانه بعضی خیال میکنن نقشش تزیینی نیست، و این رهبر است که بایستی اینجا یک برداشت واحدی رو به همه القا بکنه. و درست به همین جهت است که در کار همکاری رهبر ارکستر و ارکستر همیشه این مسئله مطرح هست که از نوازنده ها باید بخواهند، یعنی یک نوازنده خوب ارکستر باید بدونه و این رو بایستی آموخته باشه. هر قدر هم نوازنده در ارکستر بیشتر زده باشه و تجربه دارتر باشه، به این معنی واقف‌تر است که برداشت شخصی خودش رو نباید ارائه بکنه. اون رو موقعی ارائه میکنه که به صورت سولیست کار انجام میکنه. وقتی رهبر هست برداشت رهبر مطرحه. و دقیقاً به همین دلیل آقای سنجری شاید میگویند که مثلا این رهبر تمیز میدن رهبری رو، کارش رو از رهبری دیگری. اینن همین، اینن همین برداشت‌های مختلف، اینن همینجوره. اگر این برداشت‌های مختلف نبود چه فرقی داشت بین اجرای سمفونی 5 بتوون به وسیله هربرت فون کارایان یا توسکانینی؟ بله دقیقا، اگر نوت ها همون بودن، همه همونه، کم که نوت ها همه همون بتوونه و یک اثر واحد هم هست، اینجا فقط رهبره که یک روز یه سوال اینجوری از من شد و من یه مثالی به ذهنم رسید، اگر اجازه بدید بگم براتون. من گفتم که روی شعر حساب کنید، یک مصرع شعر معروف، توانا بود هر که دانا بود، این رو ممکن است 10 جور خوند. بله بله. و اگه 10 نفر بخوان با هم بخونند، اگه هر کدومشون بخوان یه جور بخونند، یکی بگه توانا بود هر که دانا بود، اون که میگه توانا بود هر که دانا بود، بله. خب این 10 نفر چه جور باید یه جور یک نفر باید اینها، بسیار مثال خوبی زد، اینها رو بایستی با هم تلفیق کنه، نحوه بیان رو و یک نحوه بیان واحدی رو به وجود بیاره. خیلی ممنونم، بسیار مبسوط بود قربون توضیحتون، فکر می‌کنم که آشکارا شده باشه نقش رهبری در ارکستر. اجازه بدین که سوال دوم رو قربون در مورد شیوه آهنگسازی خودتون مطرح بکنم، برای اینکه امروز هرچند که در قرن 20 اینقدر مکاتب مغشوش و قاطی پاتی و شلوغ هست که معمولا میشه گفت به تعداد همه آهنگسازا میشه مکتب پیدا کرد و شیوه و روش، ولی به هر حال روی روش‌های معروف و شهره خیلی هستن، خب تبعیت میکنن از یک روش و شیوه مشخصی. بعضی ها هم در طول زندگی هنریشون شیوه ها رو عوض میکنن به علت مثلا پخته تر میشن احتمالاً، یا اینکه یه مقدار جهان بینی دیگری پیدا میکنن و از این گونه مقولات. میخواستم بگم که سرکار شیوه آهنگسازیتون چگونه است، یعنی از چه سبکی پیروی میکنید و آیا شاید اصلا سبک مشخصی برای خودتون دارید؟ در این زمینه باید عرض کنم که چون من از بچگی، همونطور که شما اطلاع دارید، با موسیقی ایرانی بزرگ شدم. بله. پدر من نوازنده تار بوده است. نوازنده برجسته تار. بله. و من تمام زندگیم رو با موسیقی ایرانی سر و کار داشتم. باید بگویم احساس میکنم که توی وجود و توی خون من هست. بله. و
ضمناً عقیده دارم که موسیقی ایرانی رو به صورتی که معمول بوده است از قدیم بله. اگر بخوایم به همون صورت حفظ بکنیم بله. در حقیقت درجا زدیم. بایستی که موسیقی ایرانی رو با استفاده از تکنیک موسیقی غرب بله. در واقع تکنیک بین المللی، تکنیک موسیقی بین المللی، تکنیک بله. علمی موسیقی بله. عجین کرد بله. ولی نه به صورتی که مسخ بشه و اصالتش رو از دست بده. بله. من شخصا اگر هم به تبعیت از نوگرایی بله. که معمول هست خواسته باشم بله. که نوع دیگری کار بکنم، به هر حال موفق نبودم، نتوانستم از اون چی که در وجودم هست فرار بکنم. من اون چی که نوشتم بر اساس و پایه موسیقی سنتی ایرانی است بله. و البته باید بگویم که در این حال که چیزایی که من نوشتم خب مورد قبول عده‌ای که مثل من فکر می‌کنم خیلی قطعات قشنگی هست بله. ولی از دو جناح نیز رد شده است بله. این مسئله رد میشه معمولا بله. حتما بله. جناح متعصبین، یه جناح متعصبین هستند که خیلی خب با شدت معتقدند که نباید هیچ جور به موسیقی اصیلی رو دست زد. برای اونها اونجی که من نوشتم یه موسیقی مسخ شده ایرانی است بله. و یه عده‌ای هم که زیاد پیشتاز هستند و خیلی مدرن فکر میکنن در هر حال بله. اونها هم لابد اونچی که من نوشتن موسیقی با ارزشی نمیدونن، به قول خودشون آوانگارد نمیدونن و میگن این همون موسیقی مبتذل بله. ایرانی است، همون است که اون گروه اصلا قبول ندارن بله. در حالی که شما، من فکر میکنم همونطور که خودتون فرمودی در ذات شما این موسیقی ایرانی هست و خب طبعا با مطالعاتی که در زمینه تکنیک موسیقی بین‌المللی داشتید کوشیدید که در واقع تکنیک رو به خدمت این موسیقی در بیارید، نه اینکه موسیقی رو در خدمت یه تکنیک بیگانه. نمیدونم درست تونستم اینو بیان بکنم. اینن واقعیت مطلب است. من سعی کردم، البته هیچ نمیتونم ادعا کنم که چه اندازه موفق بودم در این کار، ولی خب تلاشم رو خواهم کرد و خوشحال هستم که به هر حال هر روز در کار خودم شاید تجربه بیشتری پیدا کنم و شاید راه‌های تازه‌تری پیدا کنم. بله. آقای سنجری اجازه بدین که آخرین سوال رو، وقت شما رو من خیلی دارم میگیرم، میبخشید. در مورد نظرتون با توجه به آنچه که در مورد شیوه آهنگسازی خودتون فرمودید که در واقع شیوه من میهنی اسمش رو میذارم به هر حال در یه معنای قائی، چگونه میشه برخورد کرد با موسیقی ایران در با یک آینده نگری؟ یعنی فکر میکنم میفهمید که موسیقی ایرانی چه راه، چه روشی، چه استیلی رو باید بپذیره برای اینکه بتونه خودش رو از این چارچوب جغرافیایی خودش به بیرون به اصطلاح تراوش بده، بتونه تا حدود جهانی بشه. اغلب این سوال مطرح میشه و مورد بحث هم قرار میگیره. اشخاص نظریه‌های مختلف دارند و غالبا متضاد بله، و راه‌های مختلفی ارائه می‌کنند که برای نجات موسیقی ایران، برای پیشرفت موسیقی ایران، برای جهانی کردنش این راه، این راه، این راه، این راهی رو پیشنهاد می‌کنند. من شخصا خودم فکر می‌کنم که برای کاری که نشده است بله، ارائه طریق و ساختن یک فرمول بله صحیح نیست بله. ما زبان‌های مختلف برای خودشون دستور زبان دارن، بله. گرامر دارن. درسته. و ما می‌دونیم که هیچ وقت اول گرامر را ننوشتند و بعد زبان روی اون زبان از زبان موجود یک قواعدی رو بیرون کشیدن. درسته. به نظر من راه توسعه و پیشرفت موسیقی ایرانی رو بعد از اینکه آثاری بله. به وجود آمد و تجربه ها کافی شد، تجربه ها کافی شد و بله. تجربه ها خودشون رو نشون دادند و محصولی ارائه کردند بله. میشه از لابلای اونها پیدا کرد بله. به عقیده من تنها راهی که میشه پیشنهاد کرد این است که اونها که علاقه دارن به موسیقی، اونهایی که ذوقی در خودشون دارن، اونهایی که به موسیقی میهنشون علاقمند هستند، سعی کنند که تحصیل بکنن در موسیقی، سعی کنن موسیقی رو از بر پایه روش‌های آکادمیک بین‌المللی انگشتشون روی نقطه ضعف موجود در جامعه موسیقی ایران گذاشته. خب بسیار خوب بود. تحصیل باید بکنن، بایستی سعی کنن که موسیقی دانان دانشمندتری بشوند، سطح مطالعاتشون رو بالا ببرند، بالاتر ببرند و
طبیعی است که اینها کار رو ارائه خواهند کرد، هر کسی روز خودش اون فرمول و اون راه و اون روشی رو که با روحیه خودش سازگار است دنبال خواهد کرد، بله. آثاری به وجود میاد، بله. مقدار از این آثار بی ارزش هستند، بله. با گذشت زمان از بین میرند، فراموش، بله. میشند. اونها که با ارزشتر هستند میمونند. با مطالعه بر روی این آثار است که اون وقت میشود پیدا کرد که خب چه راهی واقعا درست بوده، کدوم درست بوده، کدوم درست نبوده. این عقیده شخصی راهی که بعدا میتونه به سرنوشت آتی موسیقی ملی ما ملی در واقع بیانجامه. در هر حال همونطور که عرض کردم، هر قد بر تعداد موسیقی دانان تحصیل کرده و دانشمند ما اضافه بشه، بله. امکان این که موسیقی ما با ریتم تندتری در جستجوی راهی که هست موفق بشه فراهم تر خواهد. یک دنیا متشکرم. خیلی ممنونم آقای سنجاری. تقاضی میکنم آقای شما. خیلی متشکرم.
حشمت سنجری تا کنون سفرهای هنری گوناگونی به خارج از ایران داشته که همه با موفقیت بسیار همراه بوده است. وی همینک سرپرستی هنری تالار رودکی را بر عهده دارد و تا کنون بارها ارکستر اپرای تهران و ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران را به عنوان میهمان زیر رهبری داشته است. رهبری دقیق و ماهرانه او در اجرای اپرای خسرو شیرین و باله بیژن و منیژه، آفریده های حسین دهلوی که دومی همینک بر روی صحنه است، در یاد ماندنی است. حشمت سنجری که همچنان که دیدیم در فضایی سرشار از موسیقی رشد و پرورش پیدا کرده بود، خود همین فضا را برای خانوادهش فراهم آورده است. همسر او و فرزندش فرشاد سنجری، جوانترین رهبر ارکستر ایرانی، هر دو به موسیقی روی آوردند. خدایت نگهدار به امید دیدار.
جستجو همچنان ادامه دارد. جستجو در یافتن چهره هایی که به جامعه موسیقی ایران نیرو دادند. چهره هایی که کوشیدند تا با رکود و رخفت گذشته ها بستیزند و خونی تازه و زندگی ساز در تن موسیقی ایران جاری سازند. تنظیم برنامه از منوچهر پوراحمد.